هیبه موسوی هستم. اصلا یک رای جمهور شو چه فرق میکنه که من دختر هستم؟ دنیا به فریاد ما برسید که اینی مردم، اینی مجموعه ای که جز صلح آرامی در 20 سال نمیخواستن، جز صلح آرامی دیگه هیچ چیزی رو نمیخواستن، امروز در معرض نابودی است. امروز به نام عزاره بودن کشته میشن. بعد از انفجار همه جا سرگردان فاطمه و طیبه را سراغ میگیرند. به محل رویداد میروند و شفاخانه ها را جستجو میکنند، اما خبری از آنها نیست. شب میگذرد و هنوز هم امیدی به دیدار دوباره است، تا اینکه به تب عدلی میرسند و پس از بررسی جسدهای سوخته و پارچه شده ای که روز گذشته از میان آهن پاره ها جمع آوری شده، دو جسد سوخته طیبه و فاطمه شناخته میشوند. این ویدیو درست قبل از جان باختن طیبه و فاطمه در افغان فیلم گرفته شده است. چرا؟ اون جارو کار میکنه، به خاطر دفتر خودم کار میکنه. باش سعی کنیم پاک جارو کردن یا نه؟ چی خبر است؟ چی خبر است؟ بگو که به خاطر چی جارو میکنه؟ چی از برنامه فرداست؟ چی رقم است؟ چرا؟ حالا یک در فیسبوک نمیمونم برو. آره اینا رو بپره قمو نکنه در سرزان ببیره با میرسه دوغنی نکنی بیگم فیلم سازای افغان کنی جارو کش برام. خیلی نامردی، خیلی نامردی زدن. خب بگو بگو بخاطر چی جارو میکنی؟ این فرش سرخ هست، اینجا توضیح بیده بایی؟ با مرد نظر نکن. خب بیا بگو. نمیگی؟ اون جورو رو کندی از باز که جور نداره. جورو نه یاد ندارم، داری اصاب مدرم. سهرا کریمی رئیس افغان فیلم میگوید که روز پنجشنبه، یعنی درست قبل از انفجار، مراسم افتتاح نمایش فیلم های ساخت افغان فیلم برگزار شد. همه کارمندان افغان فیلم دست به دست هم داده بودیم و آمادگی میگرفتیم. به فاطمه و طیبه گفتم جورو کردن یاد دارید؟ خندیدند و گفتند بله خانم کریمی. سهرا کریمی میگوید که این ویدیو را حزب الله از آنها گرفته است. حالا نیستند که خجالت بکشند که در مقابل کامرا روی بگیرند. سوختند، تکه تکه شدند به همین سادگی و ظالمی. طیبه موسوی هستم، فارغ التحصیل از رشته تئاتر از بخش هنر پیشگی، و مدت 5 سال است که در کار هنری آمدیم و مدت 4 سال است که تئاترای خیابانی انجام میتونم. خب مدت 4 سال میشه البته که تئاتر خیابانی انجام. خب طیبه جان، آیا این هنر خودت دوست داشتی یا ای که با تشویق خانواده آمدی؟ هنر خودم دوست داشتم. خود دوست داشتی؟ خود هنر چیزی هست که انسان وادار میکنه که طرف او جلب شوه. هنر یعنی بیان احساسات به شکل پسندیده. و خب قصه هم که معلوم شد دوستان عزیز، نابسان آنه که طیبه جان خیلی ها یک دختر خانم لایق هم هست. و خب طیبه جان میخوایی میرم هم عزیز بپرسومی که چطور برات این ذهنیت پیدا شد و چطور خواستی که بیایی به تئاتر خیابانی؟ تئاتر خیابانی خودش تئاتری است که مشکلات جامعه را بیان میکنه و تمام سوژه ای هم برخواسته از جامعه میباشه. و من وقتی دیدم که جامعه ما این همه مشکلات داره و من خودم یک هنرمند هستم و خواستم از طریق هنر وظیفه انسانی خود انجام بتم و توسط هنر مشکلات مردم انعکاس بتم و بازگو کنم. فاطمه و طیبه کارمندان افغان فیلم بودند که تازه یک ماه پیش در بحث‌های انیمیشن و طراحی چهره آغاز به کار کرده بودند و روی پروژه انیمیشن افسانه‌های افغانستان برای کودکان کار می‌کردند. هر دو از دانشکده‌های هنرهای زیبای دانشگاه کابل مدرک کارشناسی داشتند. جامعه امروزی ما اکثرا دخترها را یک جامعه پایین قرار می‌ده و میگه دخترها به هر گرب قرض نوز به هنر چه رفت داره. اما امیدوارم که بر دیدن امی تئاتر دیدگاه مردم فرق کرده باشه، میتونه دخترم یک هنرمند خوب شه. اعضای خانواده طیبه میگویند که او کارشناسی ارشدش را نیز در رشته هنرهای زیبا آغاز کرده بود و آرزوی بزرگ برای ادامه تحصیل و خدمت به کشور در سر میپروراند.
محمد ایوب کاکای طیبه میگوید که او پدرش را در 11 سالگی از دست داده بود و میخواست برای پشتیبانی خانواده اش تلاش کند. من میخوام در آینده یک رئیس جمهور شوم، اما الان نمیخوام. نمیخوام به خاطر که هیچ کس باور نمیکنه که من میتونم. کلشان برام میگن صدایت بلند نکو، خانه‌داری را یاد بگی، نان پختن را یاد بگی، دختر خوب باش. اونا منو متاثر میکنن. به جایی که مرا تشویق کنن، بگوین تو یک قهرمان هستی و میتونی، منا ناامید میکنن. خب، شاید من شکست خوردم. ای کاش شما پدر و مادرم، حتی شما استادان، یک بار بگوین تو میتونی. من میفهمم اگر برم فرصت داده شود، من برنده میشم مثل یک بچه. من میخوایم یک شاروال شم، یک والی، سناتور، اصلا یک رئیس جمهور شم. چه فرق میکنه که من دختر هستم؟ برم نگوین که نمیتونی، بگوین تو میتونی، من این کارا میکنم. فاطمه نامزد بود و برای آیندهش 1001 خواب دیده بود. او در فیسبوک خود از امید به روزهای بهتر گفته است که تمام سختی ها و مشکلات را با لبخند بدرقه میکند و میداند که آخرش خوب است. او زندگی بدون انگیزه و اشتیاق را جهنم برای آدم ها میخوند. فاطمه و طیبه پس از چاشت روز گذشته به قصد وزارت اطلاعات و فرهنگ محل کار را ترک می کنند و بعد از آن به سمت خانه هایشان روانه می شوند. اما در مسیر خانه طعمه انفجار می شوند و هرگز به منزل نمی رسند. به دنبال افزایش حملات در غرب کابل، محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل این عمله‌ها را نظاممند و هدفمند می‌خواند و آن را مصداق نسل کشی عنوان می‌کند. آقای خلیلی در واکنش به عمله‌های اخیر و کشتار مردمان هزاره می‌گوید که این رویدادها به هدف نابودی قوم هزاره صورت می‌گیرد و گروه‌های جنایتکار در تلاش حذف فیزیکی هزاره‌ها اند. رهبر حزب وحدت می افزاید با آنکه در جبهات جنگ از اقوام دیگر نیز کشته می شوند، اما اینکه هزاره ها به شکل دیگری و به نام تبار و مذهب کشته می شوند قابل قبول نیست. به گفته خلیلی، وضعیت هزاره ها در افغانستان به اندازه خراب شده است که آنان در هیچ جای مسئولیت جانی ندارند. به شکل بسیار فجیع و شنیع، به نام یک تبار، به نام یک مردم، هدفمندانه دست به انتحار میزنن، دست به انفجار میزنن، دست به کشتن میزنن، دست به اعمالی که هویت مردم را باید هویت زدایی کنند. حقوقدانان بزرگ ما و دانشمندان ما چه در این جلسه چه در خارج از این جلسه میدانند نوع هویت زدایی خودش یک نوعی از نسل کشی بگیم یا جنوساید بگیم هست. یک بحث علمی است، من در این وارد نمیشم، من خودم به خود اجازم نمیدم که وارد شم. ولی در طول 20 سال ما به اشکال مختلفی باندهای و این به هیچ وجه وقتی که این مردم در برابر این حرکت استاد شدن، فریاد خود بلند کردن، به معنای این نیست که ما علیه یک قوم ادعا کنیم، علیه یک گروه ادعا کنیم، علیه یک سمت ادعا کنیم که این سمت مرتکب این جنوساید شد یا این نسل کشی. به هیچ وجه. این ما برمیگرده به عاملین این جنایت که عاملین جنایت شناسایی شد و امروز قضایای پای هم رخ میده که هیچ توجیه وجود نداره جز از این که بگیم این باند جنایتکار هدفش نابودی یک قوم است، یک مجموعه تباری است. اگر در مسیر راه است بین 50-60 نفر که در اتوبوس است یک که به نام هزاره پایین میکنه، چه توجیه میشه اینجا؟ هزاره پایین شد. و اگر در گروپ من روبی هست در بغلان، باید که من یقین دارم برادران اهل سنت هزاره ما بوده، اینجا بحث مذهبم نبوده، بنام هزاره کیه و باید جدا شود و
و برکبار بسته شد. و اگر در مدرسه، اگر در مسجد، و اگر در آموزشگاه، اگر در کلب عروسی، باید همهش به خاک خون کشیده شد به نام هزاره. چی معنا داره؟ چی تفسیر داره ای؟ جز این که مصداق جنوساید باشه و نسل کشی. از اینجاست که مردم هزاره حوصله‌اش به سر رسیده و فریاد خود بلند کرده. این فریاد علیه هیچ قومی نیست، علیه هیچ گروهی نیست، علیه هیچ سمت نیست، علیه باندهای تبهکار و جنایتکاری که دست به این جنایت میزنن. ما خواهش ما ایست، ما تشکر میکنم از تمام مردم که امروز از اروپا تا آمریکا، تا استرالیا، تا کشورهای اسلامی، تا افغانستان صدای خود بلند کردن که دنیا به فریاد ما برسید، که این مردم، این مجموعه ای که جز صلح آرامی در 20 سال نمیخواستن، جز صلح آرامی دیگه هیچ چیزی رو نمیخواستن، امروز در معرض نابودی است، امروز به نام ازاره بودن کشته میشن. انفجارهای روز گذشته در ساحه مهتاب قلعه از مربوطات ناحیه ششم و ایستگاه سرپل دشت برچی از مربوطات ناحیه سیزدهم دو موتر نو تونس مسافربری را هدف قرار داد. بر اساس اعلام پلیس در این انفجارها 7 غیر نظامی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را هنوز فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است.